آموزش و هدایت عملیات های تروریست یکی از رده های بالای منافقین که متخصص سازه های انفجاری است و به همین دلیل با نام مهندس شناخته می شود، مسئولیت این کار را بر عهده دارد. محسن سیاه کلا معروف به صمد، همان مهندس منافقین است که از این نقطه در آلبانی به هدایت عملیات های در ایران می پردازد. او متخصص سازه های انفجاری است و در همه عملیات های تروریستی این گروهک از دهه 60، عملیات مرساد و خمپاره اندازی های دهه 70 نیز نقش اصلی داشته. او حالا از اروپا به هدایت عملیات تروریستی در ایران می پردازد. در خصوص این محسن سیاکولا، این فردی که عضو ارشد سازمانم هست، این اسمش هست محسن سیاکولا، معروف به صمد. او کسی بود که همبند مسعود رجوی در زندان بود. خودش هم میگفت که من حفاظت مسعود رو در زندانم به عهده داشتم. اینو گاهن تو نشست ها مسعود رجوی رو مهندس هم صدا میزد. آموزش ساختن نارنجک های دستساز رو خیلی خوب وارد بود و آموزش میداد و کار تخریبی حرفه‌ای بود، تخریب کار حرفه‌ای بود، یعنی با چیزای تی ان تی و سی چار اینا خیلی حرفه‌ای کار میکرد، بهش میگفتن مهندس. این عکسایی که میبینی اینجا یک جلسه به قول معروف بالای سازمانه که همه مسئولین بالای ام ای نشستن، اینا رده پایین‌تر از ام ای نیستن توشون، که این فردی که میبینین این همون محسن سیاکولاست، معروف به برادر صمد. جوانیای جوانترهاش سال 73-74 ایناه که این همونی که سازنده تمام چیزای انفجاری که آموزش میده همین فرده. تست همین خمپاره دستی رو ببینین کنار یک دریاچه تو اشرفه که این میاد آزمایش میخواد بکنه، از کنار دریاچه میزنه و میره تقریبا 100 متر 200 متر اونورتر این منفجر میشه و این تست عمل موفقیه و این سازه ساخته شده اونه. لحظه تست اونجا نظارت داره و کنترل میکنه که آیا مؤثر هست یا نیست.